چون این شتابان، به کجا چون این شتابان، به کجا چون این شتابان. جمال جون این میز رو میبینی؟ امرو پشت این میز نشستی، فردا پشت اون میز، پس فردا دوباره میای پشت این میز میشین. اصلا میز وفا نداره که. به میز دل نبر، اونورم نگاه نکن، من دارم باهات صحبت میکنم. با چی اینقدر به میز دل بستی؟ فکر میکنی تا آخر اون رئیسی؟ مرادی چی داری تو میگی؟ من از اینش دارم میسوزم که من فقط دو سه روز رئیس بودم. دو سه روز، همین دو سه روزم بسه دیگه. مهم اینه که اسم تو تاریخ این اداره باقی بمونه. کمون چیه؟ چی میخواد؟ حالت خوب نیست؟ نه اصلا خوب نیست. اونم چرا گلوم خوش شده؟ میخوایی سی بخوریم؟ آره اگه بشه بگم. آقا یه لحظه تشریف کنید اینجا. آقا با شما یه چی میشه؟ چی میگه؟ میگه چی میل داشتیم؟ آها آب انار داری؟ هلو چی؟ من ککم داری؟ من داره همه رو ده چی میشه همه شو بگه میشه همه شو برده شما چی نداشتیم؟ بری من آب هم مصمم بیا سب کن اون قهده رو نمیخوای دیگه اول سفر شدی؟ نه اون که حاضره دیگه اونم میخوای؟ آره اولش بیا بعد دیگه بری اون آب هم مصمم بیا دست درد نکن یکمی بهتر شده من خب چی داشته میگفتی؟ من داشتم بهت میگفتم که آخه بابا جان مگه تو بابا جزء هیئت مدیره است؟ باجن آقا جزء هیئت مدیره است؟ معلومه که نباید رئیس باشی. خود منو میبینی؟ فکر میکنی برای چیه مرادی سادم؟ به خاطر اینکه آشنا ندارم. دست درد نکنه. درد نکنه. بچه شما کجایین؟ دو ساعت دارم دنبالتون میگردم. چیکار داری حالا؟ مهمشون بگم به ایس گفته ساعت دو باید بیان تو دفترش حاضر باشیم جلسه شما خب باش بریم به نظر چی شده بریم بریم حالا بریم چی شده دیگه بریم سمون بسته نبا کنسه از به این رفته روش نمی کنه این آقا غلام بگم یه کود درست حسابی بهش بده سلام آقا سلام خوبی؟ چطوری؟ خوبی؟ این دیگه چیه؟ ماشینمه ماشین از کجا؟ بابام برام خریده دیگه بابا پولش از کجا بود برای تو ماشین بخره؟ نکنه پول این پسر فرزاد پول پیش خونه رو داده برای تو ماشین خریده؟ چه حرفیه مامان من بابای من اعتبار داره بابا رئیس اداره شده خدا الهی منو مرگم بده که نبینم این روزا رو چرا؟ هنوز رئیس نشده رفت اختلاس کرد اختلاس چی میگه؟ اختلاس چه رفتی به اعتبار داره مادر من بابای من اعتبار داره شخصیت اجتماعی داره چک داد ماشینمو برام خرید همین من دارم با تو حرف میزنم سطل نندازم جی برو دارم میرم سطل و پود بیارم ماشینمو بشورم مگه چشه این که تمیزه که اختیار داری ماشینی من باید رخش بشه بدرم خانوم آقایا و همکاران محترم از این به بعد خواهش میکنم توجه کنید از این به بعد در این اداره خط و مش ما به صورت نموداریه که من برای شما ارائه میدم عنایت بکنید نقطه آ خواهش میکنم همه یادداشت بزنید آ به سمت نقطه بی این هم نوک پیکار عنایت کنید این بی همه یادداشت کنید خواهش میکنم طبق این چارت باید عمل بکنید بی به سی و دی و جه جی جمالی شما یادداشت نمی‌کنی؟ ببخشید ممکنه بعد از اینکه به نقطه بی رسیدیم به سرعت به نقطه سی حرکت کنیم؟ احسنت! آفرین! از نقطه بی ما بعدها به سی حرکت خواهیم کرد از سی با راستی و درستی به سمت دی حرکت می‌کنیم اما اون نقطه بی که اون پایین بند رسم کردن و شما یادداشت فرمودید بی چیه؟ بی کوتاه مدت اهداف کوتاه مدت یادداشت بفرمایید این سی اهداف میان مدت و دی اهداف دراز مدت ماست بعد از دی ای هست ای هست جی هست اف هست آی هست اینها جی کی ال اینها همه موجود بعد از زد دیگه جای نریم زد
من در مورد زد بعدن با شما صحبت خواهم کرد. اما چیزی که باید شما مد نظر داشته باشید تمام این نقاط A, B, C, D, E, F, G, A, J, K, A, L, M, N, O همه برای یک کلم است. یک کلم. یادداشت کنید. ترقی، پیشرفت، موفقیت یعنی احترام به ارباب رجوع. یه چایی بخور خستگی در بره. میچسب الانا. مامان قربونت بشین پشت فرمون یه استارت بزن. من بشینم. آره قربونت. بلدی؟ واه. بشین. قربونت. بزن قشنگ مامان. بزن مامان. مامان قشنگ بزن. نمیشه مادر لابد آب رفته تو موتورش خب. آب نه. یعنی چی؟ میزنی واقعا؟ پس چی کار دارم میکنم؟ یه دقیقه ماما یه دقیقه بیان شما پایین. مثلا تو باشی درست میزنی؟ بابا من خب آب رفته تو موتورش مادر من. باشه رفت بگوید الان یادت چی شده؟ آب رفته دیگه مادر آب رفته تو موتورش. بابا یه جوری تشکر کن سر ذوق بیادا. خیلی خوب ماشین برای تو خریدم وقت من تشکر کنم. درده با نمیشه زیاد کردم و باشه. سلام بابا. سلام بابایی چطوری؟ منسو چیه؟ چی شده؟ هیچ. کسی رو پیدا کردی بگو بیاد اینجا که باش درد دل کنم. مگه من مردم؟ خب هر مشکلی داری بیا با خودم صحبت بکن. هیچ که نمیتونه حال منو بفهمه حتی تو. دیگه بهم زنگ نزن. چی؟ دیگه هم به من زنگ نزن؟ حالا حالیت میکنم که باید بهت زنگ بزنم یا نه؟ منصور خان چند بار من باید به شما بگم این صدای ضبطتو کم کن. هفت خونه برتر داره صدای ضبط شما میره. برای چی؟ اگه شما رئیس اداره ای منم رئیس این خونم. این حقو دارم که بیام به شما تذکر بدم. نمیشنوی گوشه؟ با بچه برسده در منو بربر نگاه میکنی؟ چیکار کنم؟ برو اون ضبطو کمش کن. این صدای ضبط حامده؟ بله، ضبط حامده. دیگه هم کفش پشت در نبینم. خوب، من کفش گذاشتم بیرون؟ الان نمیگم، کلن برای همیشه میگم. در برای چی میبندی؟ دیگه چی شده؟ این خروس لاریتونم ورداریم ببریم بذاریم تو خونتون. دیگه هم تو راه رو نبینم. چشم منصور اینقدر با من کل کل نکنم. اتفاقا من میخواستم به تو بگم با من کل کل نکن چون اعصابم قاطیه میذارم همه چیو داغو میکنم. ای آقای پاک نشاط ببخشید سکو خانوم سلام عرض میکنم. سلام علیکم. گل و شیرینی خدمت شما. امیدوارم که سلیقه بنده رو بپسندید. چرا انقدر زحمت میکشی؟ شما هر دفعه باید ما رو شرمنده کنید. خواهش میکنم خانم. این گل شیری بابت ریاست اداری پرواز طیور هست که امروز نایل شده. شما رئیس شدین؟ یعنی منصور رئیس نیست دیگه؟ نه خیر. آخه چرا؟ بنده بی تقصیرم سرکار کنم. مستنظری دایی جان رئیس هیئت مدیران ایشون تشکیل دادن که بنده صلاحیت یه همچین پستی رو داره. خب پس وقت کار منصور چی میشه؟ شما اصلا نگران نباشید. من کاملا پشتیبان منصور خان هستم. اصلا نگران نباشید.
خانم جمالی، زمین خواستم به اطلاعاتون برسونم که امشب یه مهمانی مختصر من بالا به خاطر این سمت جدید برگزار میکنم. خوشحال میشم آقای جمالی و حامد جانم تشریف بیارم، باعث افتخار منه. خدا نگهدارتون خانم. میدونی واقعا زندگی به رنگ‌های مختلفه، زرد و سبز و قهوه‌ای، مشکی و آبی و قرمز، یعنی از سیاهی تا سپیدی ما همین جوری رنگ داریم و زندگی داریم، پلیدی و خوبی داریم، زشتی و دوباره زیبایی داریم، تقریبا مثل هم شد. خیلی چیزا داریم. الان نگاه کن مهمونی ها، صداشونو گوش کن. آخه که چی؟ اینا به چه درد میخوره؟ یه مش آدم داره هم جمع شدن شادی میکنن، اون وقت فکر همسایه‌شون نیستن. اینا به درد نمیخوره، اصلا اینا به درد نمیخوره. واقعا زندگی پستی و درست گفتم پستی و بله بلندی های بسیار داره. زندگی بالا و پایین داره، فشارهای عجیب به آدم میاد تو این زندگی. و واقعا راست گفتن که زندگی مثل سیبیست که وقتی بیداره او ببرش. هیچ اشکالی نداره حامد جون، اصلا اشکال نداره، اینا همش روشناییه، فدای سره. خب من عذر، اشکال نداره، اصلا ناراحت نشی، هیچ مهم نیست. من خیلی خوشحال هستم از اینکه حامد جون تو اومدی پیش من، یعنی اونا رو ولش کردی اومدی پیش من، نرفتی مهمونی، این برای من مهمه، فدای سره. در صورت من بابت این باز میگم عذر میخوام. خواهش میکنم. ولی اگه اجازه بدی من خواهش میکنم یه سر کوچیکی پیششون برم، چون خیلی بده، خیلی کوچولو، یه سر، یعنی سری میرم برمیگردم. باور کن میرم برمیگردم. باشه من برم و برگردم. یه سیب به من میدی؟ میبه نده. خب دیگه من به اینا رو میگیری، اینجا رو جارو میزنی که تو پامو نره، اینا رو جارو میزنی. تو فکر میکنی که من اینجا ناراحتم، دارم اعصابم خورد میشه؟ اشتباه فکر میکنی، چون اینجا از صد تا مهمونی تو بهتره، همه چی ردیف اینجا. ببین تلویزیون میره، فکر کردی با این مهمونی و جنگولک بازی میتونی روی منو خراب کنی؟ منصور بیدی نیست که از این بادا بلرزه، من روی خودم رو با همین آتایی حفظ میکنم. برو ببین، برو، میخوام یه بازی توپ را بندازم. برو برو جلو بینم، بزن گل نهارو. من چه دارم حال میکنم، همه چی ردیفه. یه سال این میباره به ست مهمونی تو نمیدم. تو اینجا چی کار میکنی؟ به تو چه؟ مرادی درست صحبت کن، میگیرم پوزتو میشکنم. ولی تو کی هستی؟ عجب گروه. برو فرزاد صداش کن بیاد ببینم. درست صحبت کن فرزاد، یعنی چی؟ بگو آقای رئیس. آی مرادی کیه؟ آی چبانی بفرمتون چطوره؟ اشکالی پیش اومده؟ بله که اشکال پیش اومده. شما چرا اینقدر آب مصرف میکنی؟ کنترل آب این ساختمون مشترک ها؟ ای وای من متوجه این اشکال نشدم. چشم حتما این کار میکنم. ببخشید، من منظورم اینه که شما چرا هنوز نیومده مهمونی را انداختید، سرسلا را انداختید، آسایش مردم مختل کردین؟ بله حقم داری، مرد ببخشید، یه شب که هزار شب نمیشه آجه بولی، من از صافونه اجازه بودم. کسی از من اجازه نگیره. شما رو که عرضه میکنم سرکار خانم شکو خانمو میگم، شما که نه تو اداره نه تو خونه کاری نیستید که. به کسی مربوط نیست من چی کارم و چی هستم.
برو با این مهمونات بگو اگه یه بار دیگه سر صدا راه بندازم با یه تیپا میفرسم همشون رو تو کوچه ها. خواهی جوادی، اگر من رئیس کینه ای باشم با این حرف و رفتاری که شما دارید تو اداره میام جبران میکنم اون بعد. پس برو حامد رو بگو بیاد برای چایی ریختم سرد میشه. حامد یا چند حامد رو داره برنامه اجرا میکنه، قدرم قشنگ نگو و نپر هی میخونه برامو. شما که تشریف نمیارید تو، تموم شد میگم حتما بیاد خدمت. اومدتی هم برای خودت درست کردی، صبح خوب به خودت میرسی آقا منصور. یه لقمان به من بده ببینم. دستت درد نکنه. به 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 به، خیلی خوشمزه است. میگم منصور، صبونتی که خوردی پاش بری اداره ها. چی بچه بازی در آوردی الان دو روز نشستی کنج خونه در و دیوار نگاه میکنی؟ من دیگه پامو تو اون اداره نمیذارم. بابا قبلا که رئیس نشده بود چجوری میرفتی؟ حالا هم همون جوری برو. اون موقع فرق میکرد، الان دیگه فرزاد با اون زبونش مخ همه رو زده، تمام کارمندا طرف اونم. خب باشه، عوضش منم طرف تو هم. خوردی سری بودو برو اداره ها، اصلا هم به کسی کار نداشته باش، بچسب به کارتو، کارتو انجام بده. یه لقمه دیگه هم به من بده که خیلی مزه کرد. نریز لاغر، برای من نمک نریز، برای خودت میخوای بریزی بریز، دستت درد نکنه. چه آشپزی شدی تو منصور، واقعا عالی بود. زبونتون رو بریدن؟ سلامتون کو؟ تو بسی چی اونجایی؟ باش برو سجاد بشی. شما تشریف بریم اون طرف، از این به بعد زیر دست سعیدپور کار میکنه. به همین خیال باش. کی گفته؟ جناب آقای رئیس فرمودن. بیا پیش جناب آقای جمالی، بیا. شما ها فکر کردین من با این سابقم میرم زیر دست سعیدپور میشینم؟ من استعفا میدم. ببخشید ببخشید آقای جمالی، خواهیش میکنم. من علیرغم اینکه دلم میخواست در خدمت شما باشم و از تجربیات شما استفاده کنم، ولی حالا که میبینم شما تصمیمتون رو گرفتید هیچ اصراری نمیکنم. من با استعفای شما موافقم. اما آقای جمالی عزیزم، شما هیچ وقت احساس تنهایی نکن، من در کنار شما. اون پرونده 10 سال آخر سابقه بودم. آقای جمالی لطف میکنید اینو امضا کنید قبل از رفتن. امضاش دیگه اعتبار نداره. مادر گوشه نه، خودتو خسته میکنی. میگم 10 دفعه من استارت زدم روشن نمیشه. روشن میشه بابا، ماشینم با معرفته. خراب شده آقا. خب ببر تعمیرگاه یه نشونش بده. تعمیرگاه؟ هیچ نشده که بابا، دوستان واسه جاجور تو ماشین من حساب کردن. خب آبرون میره اینجوری دیگه. آخه حرف حرف خودت تو. آخه ماشین قرازه است، تا هنوز هیچی نشده، هی خرج و مرج افتاده. درستش بکنم. یواشتر بچه جون. بابا یواش ماشینم. آخه این ماشین اینجا باید پارک بشه. کجا پشه؟ راست بگیم دیگه. آخه ماشین قرازم ماشین تو، رفتی برای این بچه خریدی؟
خب آبروش رفته پیش دوستاش، فردا میخواد بره جاجرو دیگه. این ماشین قراضه بخوره تو سرم. بابا دست از سر من برمیدارین یا نه؟ چته؟ هنوز از راه نرمده؟ چه خبرته؟ اصلا این موقع برای چی اومدی خونه ها؟ استعفا دادم. بابا استعفا دادی؟ استعفا دادی؟ بله. منصور این همه من نشستم با تو حرف زدم، با دیوار حرف زده بودم بیشتر حالیش میشد تا تو. من این همه نصیحتت نکردم؟ بابا سرتو بذار پایین، کار خودتو بکن. چیکار داری به کار مردم؟ شکوه اینا لیاقت منو ندارن. بعدش من نمیتونم با این سن سالم برم زیر بلیط یلف بچه که هی ارت بده. نمیتونم. آخه تو به سن و سال چی کار داری؟ باره بابا بلم کن خلایه خرج لایه. یعنی شما میفرمایین من با این سن سالم با این مدیریتم برم زیر دست سعیدپور؟ نخیر نمیرم. هر کاری که دلت میخواد برو بکن. هر کاری که دلت میخواد هر کاری که دلم میخواد بکنم. منو باش خیر اون سرم. فکر کردم خانوم طرفدار منه، من الان میام بگم طرف منو میگیره، بس تو طرف اونو گرفتی. آره بابا جان عزیز من، من این همه با تو صحبت کردم، پس طرفدار کیم؟ خب طرفدار تو هم دیگه. طرفدار اونی؟ نه طرفدار اونی. بابا جان من طرفدار تو هم منصور. طرفدار منی بس. ببین میگه طرفدار آره منه، طرفدار اون نیست. اگه بس راست میگی فرزاد رو جوابش کن که دلم خونک بشه. جوابش کن. آخه به این بدبخت چه مربوطه بابا جان؟ این بدبخت بدبیچاره هر دفعه اومده تو خونه برای من جز گل و شیرینی و عزت و احترام برای نکرده که ما در راست میگه ماشین اینجوری که از سخت بره تم در باز کنه. پارکینگ پارک کنم اما در دست شما ها. بیا خودش این شیره ها بیا تو بیا خودش این ماشین ها برازه چیه به ما انداختی ها؟ این چیه؟ شک برگشت خورد آقای رئیس. من دیگه رئیس نیستم. من به این حرف کاری ندارم. پول بدی یا پولت کنم. حالا چرا داغ کردی بابا؟ داغ نکن اصلا ماشین رو بردار ببر. ماشین رو میخوام چیکار؟ چه کار دادم جایی بده ای؟ همین الان باید پولش جیرینگی بدی. باشه پول میدم. باشه دو دقیقه به من فرصت بده، من الان برات پول میدارم. باشه بابا وای من درست صحبت کن آقا، من از تو بیعصاب پرم آقا. حالا پرستو پرستو برو تو یعنی چی؟ بس مادر برو دیگه. برو برو خب دیگه باباشم دیگه. شما اینجا باشید الان حله حله. بیا 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 دیگه بیا با منی. بله میگم که شکو جان اگه من یه کمی عصبانی شدم اینجا چیه؟ من... چیه؟ پول میخوای؟ آره. ندارم آره. ندارم بده دیگه. ندارم بده نمیدی؟ نه الان حله داره میشموره. دو دقیقه دیگه وایسا. شکو آبروم داره میره. این اصلا چیز آبروریزی میکنه بشه آبرود بره. چی چی رو داره میگیم الان داره میشمورم؟ بده بذار بره. یک قرون بگو ماشین. یک قرونم نمیدم. آخه ماشینه نمیبره به درک. نشد یعنی الان برای ما مهمون اومده. یعنی الان نمیخوای به من پول بدی؟ نه الان نه ولی باشه آقا رئیس. باشه بیا بریم بیرون یه کار خصوصی باید داشت. باشه بریم بیا شکر بریم بذار من پولیت بدم. آها برو حل شده اومده. شکو جا چیه؟ شکو خود شما ماشین بایست اومدم. شکو اومدم داره بره میبره. دارم میبرم من پولم رو میخوام. خیلی خواه پولتو میخوای؟ خیلی خواه آبروریزی چیدم در خونه جلو در همسایه. اه دیدی بهت گفتم داره میشماره. اون چیه؟ آقا بر چی دست بند زدی به دست شوهر من؟ خیلی خوب پول میخوای.
میخوای خیلی خوب تراول میخوای، چه که مسافرتی میخوای، اسکلاس میخوای، هر چی میخوای همش فدای یه تاره موش برم. باز کن آقا اونو، باز کن، باز کن سرکار. حالا میرم پول میارم من، همین الان. باز کنه ما آبرو داریم اینجا. بابا، 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 نه چی شد؟ در باز نکرد. نگاه کن ببین چجوری خودشو داره بر من لوس میکنه ها. میخواستی بگی شکو، گفت یا در باز کن یا من میدونم. با تو چیز کن، نون رو ببین بده حامد. حامد نون بده. نون ها؟ آره نون بده، درم خواهی سر نون سبزی. نم نم ها چه داری من رو نگاه میکنیم چیه؟ واه ما یه ازم به شما نگاه نمیکنیم، ما داریم اون گلدون رو نگاه میکنیم. یا چی؟ نمیدونم یعنی؟ آه شاید یعنی. ولی حالا واقعا بابا چی میشه؟ یعنی نمیاد؟ چرا گشنش بشه میاد به نقصه. از نظر من دیگه بابا هیچ وقت از اون خونه بیرون نمیره. چرا؟ افسردگی شدید در اثر از دست دادن موقعیت کاری و همچنین لطمه خوردن از طرف هم خانواده و هم جامعه و همین که قرار گرفتن در یک سری موقعیت های غیر قابل پیش بینی و مایوس کننده. میخوای لقمتو بخور بعد پر. واقعا هیچ دوست نداشتم که جای آقا منصور باشم، اونم در چنین شرایط و وضعی، وضع حادی که میخواد خودکشی کنه. کی خودکشی کنه؟ آقا منصور دیگه. اینجوری نگو میترسن حالا. نه من ببین اعتقادم به اینه که منصور جان به ته خط رسیده. نه راست میگه تا یه جایشو راست میگه. فلفل به من بده. فلفل؟ نمکو بیا. نون بده. میتونم هر بردارم. نونو خوب بده. بده. آه نونو بده، نونو ببخش. نونو بگیم. آب بده رنو. چه تونه شما؟ برای مادر نون بذار. نمیخوام من. نه مادر نون. بابا هیچی نمیخوری، سبزی بده به مادر. سبزیانی. ببخش. نونو بگیم بابا. بگیم. من دارم میرم. کجا داری میری منصور جون؟ میرم یه جایی دور. حالا چرا یه جایی دور؟ برای اینکه چشم با آدمی که همه چیز ازم گرفت نیفته. بی خودم اصرار نکنید. از وقتی که این آدم پاشو توی خونه گذاشت همه چی ازم گرفت، خواب خوراکم. از اون طرفم و زبون چرم و نرمش مخ همه تون رو زده و هیچ کدوم به شما هش نگفتین. بالای چشمت ابروه. بی خود اصرار نکنید، برسو گریه نکن. من میرم، یا جای من اینجاست یا جای اون. اصرار نکنید. ده بگم کنید برم، اصرار نکن. چی اصرار نکنید؟ باشه اصرار نمی کنید منصور جان، شما راحت باش. شما بهتری که بری، هرچی که دوست داری. خداحافظ. خداحافظ. یعنی رفت؟ نه اصلا نگران نباشید، من منصور کاملا میشناسم. ببینید من تا شماره 3 میشمارم و منصور وارد میشه. خیلی راحت. 1 2 3. جناب منصور. خب معذرت میخوام، من بعد تا 5 میشمردم یادم نبود. 1 2 3 4 4.5 475 85 95 95 5 و من عضو میخوام. میدونی
داری میری ها؟ کجا داری میری؟ خون چه سفری؟ این سفر رو بنداز عقب. دخترم تو این خونه یه نفر هست که هم بابا تو از ریاست انداخته، هم پول پیش خونه نمیده. من باید برم، اینجا فایده نداره موندنم. نه باید برم. نه بابا حق داری، بمیرم الهی برات. مامان چجوری دلت اومد؟ چجوری دلت اومد اینقدر بابا رو اذیت کنی؟ خب من باید برم. نه منصور یه لحظه صبر کن. سلام عرض کردم خانم. سلام علیکم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. من در خدمت شما. شما فردا تشریف میبرین دنبال جا، اینجا هم تخلیه میکنیم. چشم. حالا بله میخواید شب برم خانم؟ مشکلی پیش اومده؟ خب صدای ضبط حتما بلند بوده، ناراحت بود. صدای ضبط چی آقا؟ شما هنوز پول پیش خونه رو به من ندادی؟ جدی میفرمایید؟ عجب، من حتما یادم رفته، اینقدر مشغله کاریم زیاده خانم. بس من دیگه بعید واقعا اینطور. من از شما معذرت میخوام، یه چند لحظه اینجا تشریف داشته باشید، میرم داخل براتون میارم. سلام خانم، بفرمایید.